دیشب خبری اومد بالا در مورد مرگ جمال خاچقچی که بالاخره دولت عربستان تایید کرد اینکه پشت داستان چیه مایک پمپو رفت اونجا دیدار کرد و به این توافق رسیدن که آقا بن سلمان و مثلا گفتن راه نداره چون خبر دیگه خیلی اومده بالا بالاخره میخوان عربستانم بدوشن گفتن سوتی دادید بالاخره باید هزینه این سوتیتون بدید و فقط خواهشی که مثل این که اینا در دولت عربستان کردن و پادشاه فعلی عربستان این بود که ولی عهد خودش رو بخواد از این قضیه نجات بده که نمیتونه به نظر من به خاطر اینکه اصلا 6 7 تن از کسانی که دقیق قتل شرکت کردن از محافظان آقای بن سلمان هستن و خیلی جالبه که یکی از اینا هم دو روز پیش در یک صحنه سازی به قتل رسید گفتم که صحنه سازی گفتن چیز بوده تصادف بوده اینا و یکی از این محافظان که رفته بود و جمال خاچوقچی رو قطعه قطعه کردن یک دفعه مرد دو روز پیش چلا اک ساعت پیش به هر حال به موضوع نمیخوام بپردازم چون خود موضوع که دیگه انقدر خبرگزاری از دیشب تا زدن نیازی نیست من تکرار گویی کنم ما اینجا نیومدیم برای تکرار گویی اومدیم بخشهایی که درست دیده نمیشه رو یک نوری بندازیم یه رودستی هم به ایران ستیزان بزنیم نکته جالب این بود که در این دو هفته ما شاهد این بودیم که اپوزیسیون ایران دوم خروس یک زد بیرون دیگه خب بینید بارها اتفاق افتاده که ثابت شده این اپوزیسیون وابسته به عربستانه و اتفاقی در این دو هفته افتاد این بود که خیلی ها در این اپوزیسیون اومدن گفتن نه اصلا عربستان این کار نکرده ایران به قطر آموزش داده قطر الان به عربستان لجه و قطر این کارو کرده خب یکی از چهره هایی که در این حالا میخوایم امروز در شب این خبر اومده بالا ما شاهد هستیم بخشی از این اپوزیسیون شلوغ دارن میکنن آقا جمهوری اسلامی هم مثلا قتلای زنجیری داشته خب آقا گور پدر جمهوری اسلامی الان چه ربطی داره میگن هر سخن جا و مکانی داره دیگه شما عدی شب تالا اینو دارید مطرح میکنید آیا برای لاپوشونی از جنایت اربابتون عربستانه خب بریم ببینیم کیا بودن اولش این آقا آقای نوریزاده اینجا عکسش هم در کاخ عزیز قبل از مرگ سال 90 که ایشون رفته بود عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان پادشاه که چه عرض کنم اینو حتی سلطان هم ندارن خلیفه بگیم دیگه خلیفه عربستان آقای نوری رفته بود اونجا خیلی خوشحال در این اکسه دارید میبینید در این چند وقت همین آقای نوریزاده نگاه کنید اینجا هم هستش این قسمت نشسته بهتون نشون بدم اینا عکسایی که برای سال 90 ه اینا دو ماه خروسشون اینجوری میزنه بیرون یا این هم که دیگه عکس خیلی خوبیه که دارید میبینید و من برای که یادآوری کنم این آقای نوری زاده من حتی برنامه ساختم گفتم ببینید دو هفته است ایشون حتی زن آقای هم گفتش که این مهمور قطر بوده فلان بوده ببینید دوم خروس در آقای نوری زاده دیگه خیلی زد بالا خیلی زایی کردی تابلو کردی میدونی خود تابلو کردی من برای یادآوری که بگم اینا چقدر وقیهن این بخش سخنان آقای نوریزاده رو گوش کنید یه لحظه خیلی جالبه واقعا جالبه اینو گوش کنید خیلی جالبه دلم میخواد این ماجرا بیفته بیرون میگه دلم میخواد این ماجرا بیفته بیرون این خب؟ این ماجرا آشکار بشه این ماجرا آشکار بشه که خب شد دلت خاص شد حالا جمال وقتی از کنسولگری میاد بیان چون فیلمش رو ترکا گفتن دارن خود سایت الجزیره که این هم دروغ نوشت یه جا نوشت که پلیس ترکیه 16 دقیقه بعد از رفتن تو فیلم بیرون آمدنش رو داره بعد که دوباره هیت میکردی ورداشته بودن اونو ورداشته بودن خب این آقای نوری است بین شما برای که پدر این اپوزیسیون رو در تمامی حوزه‌ها بخورید یکی از موقع شلانه یکی دیگه مثلا زمانی که معلوم شد بشار اسد میمونه شما به تحلیل نوریزاده ها سازگار ها تحلیلگرای بی بی سی صدای آمریکا که اون موقع خب صدای آمریکا که دیگه حرفی برای گفتن نداره ولی اون موقع داشت برید تحلیل همه اینا رو در سال 2011 و رو گوش کنید حرفایی که میزدن در مورد بشار اسد تحلیل هایی که در مورد منطقه میدادن ببینید یک جاهایی شما میتونید دیگه دیدتون خیلی باز بشه جایی که من متوجه شدم که آقا جان اصلا این که آدم بخواد هر گفتمانی رو نزدیک به این اپوزیسیون بکنه باعث اول از همه توهین به خودشه مثلا شما کاری به جمهوری اسلامی نداشته باش این حقیقت اپوزیسیونه خب ایشون که این حرفا رو زد که البته اون دوست عزیزش آقای رضا دیبا هم که کلا سکوت کرد ایشون در مورد خیلی چیزا نظر میده تو این مدت هم خب این اصلا بیچاره رضا پهلوی من چی دارم میگم این بنده خدا که کلا به خاطر عربستان یک بار تا الان جالبه یک بار تا الان رضا پهلوی روز شاخاب پارس رو تبریک نگفته یک بار سند اگه کسی داره نشون بده اینکه توی بغل مراد برقی نشسته تو رسانه های پارسی گفته خلیج همیشه پارسه به درد امه هاتون میخوره اونایی که هوادارشن اونو ببرید به امه نشون بدید بیاد به صورت رسمی تو فیسبوکش که سنت بذاره بگه آقا جان شاخاب پارس روز مثلا جهانی شاخاب پارس فلان تبریک یک بار روز خلیج پارس و تبریک نگفته رضا دیبا مزدورید بابا شما هم مزدور عربستانید نه نفرات بعدی که خیلی جالبن بتون نشون بدم دیگه دیگه این گل پسر بود محمد یزدان پناه ایشون توی رادیو فردا اینا که دیگه داستان ها رو میبینه خیلی افسرده مفسرده میخواست بنده خدا با خانمش بره پاریس یه دونه کافی شاپی باز کنن حالا آمار دقیق هم داریم که نمیخوام بگم یک دفعه از کافی شاپ رسید به یه چند برنامه ای بردنش در این محت کودک من و تو بند خود خودش هم میگن پسته تا دهن باز نکرده معلوم نیستش خالی پر داستانش چیه تا دهن باز کرد بیدن چیز زیادی بارش نیست توی چارچوب سیاسی میان داغونه دیگه الان هم جدیدن دیگه ولی دل آقای میبودی میره که اگه حرفای مهمی میزنن که من اینجا تو رو دست رو دست بارو نشون میکردم این بند خدا یک دفعه یک سایتی زد به نام دماوند تو چند ماه گذشته و سایت دماوندی که زد جالب بود تبلیغات عربستانی میذاشت و گرفه دیدیم گرایش داره به عربستان سعودی خیلی کشوری که به قول این نماینده ی سوریه توی سازمان ملل که دیروز برگشت گفت مثل این که آقا جان اصلا شما حق ندارید شما میخوای برای کشور من قانون اساسی بنویسید خودتو در عربستان نه تنها قانون اساسی نداری حتی کشورت اسم نداره نام خلیفتونو رو گذاشید نام چند تا خونواده است مثل اینه که اصلا بگیم جمهوری مکرونی یا مثلا ایالات متحده ترامپی شما حتی نام ندارید اینو نماینده سوریه برگشت به نماینده عربستان تو سازمان ملل گفت حالا اینها به خاطر اینکه یه قلم به موزی کنن سر کار نره نره کافی شاپ مثلا بخواد برای مردم کاپیچینو مثلا میرن سفارش میدن براشون درست بکنه سالات بذاره رو میز مردم اینا چیکار کرده سایت زده پول عربستان رو داره میگیره الان که ولی دل آقای میبادی میرن با همدیگه دل میدن قلبه میگن یه مش مزخرف هم تحویل خودشون میدن چون توی تلویزیون فارس باید بگیم تحویل خودشون دیگه بیننده ای ندارن حالا این ببینید از, دیر از امروز صبح تا الان داره خوش پاره میکنه تو فیسبوک مثلا این یکی از پستاشه نگاه کنید تو رو خدا چی نوشته <تصح> نوشته که یادی هم بکنیم پست من داشتم عکس میگرفتم امروز یعنی دو سه ساعت پیش عکس گرفتم مال پنج ساعت پیش نوشته نوشته یادی بکنیم از شرف نداشته همه آن مالکشان عمله استبداد که درد خاچقجی را داخل پرانتز بخوانید درد تعطیل جمهوری اسلامی در نزدشان بیشتر از درد مادر ستار بود چه ربطی داره سر ستارم خود من شخصا کلی سر صدا کردم با اینکه ستار مجاهد خلق بود آقایون بدونن حالا ستار هم میخوام بیرزن ستار از نظر دیدگاه سیاسی اولا مجاهد خلق بود بعدش هم که اون چیزای پستایی هم که مینوشت اطلاع دقیق دارم ستار بهشتی به سه خیلی های دیگه چهار سبا میخواد کار سیاسی کنه بیاد در اروپا اقامت بگیره اینا رو چیز دارم ریز دلم نمیاد به خاطر ما این خانم گوهر عشقی آدم دلش میسیزه وگرنه توانایی میدارم با سند برنامه بسازم سطر بهشتی هم مثل خیلی از اینایی که میان در اروپا پناهجوی دوزاری هست چهار سبا میرن مرد مثلا توی استوکا میرن میدون سرگلتوریه میرن میدون سرگلتوریه گلون خودشون رو پاره میکنن مرگ بر جمهوری سومی مرگ بر جمهوری سمی. انقدر داد میزنن از خودشون فیلم میگیرن اما پخشم نمیکنن پخش نمیکنن چون میخوان اینو فقط ببرن اداره میگروخون ورکت بهش میگن اداره مهاجرت اونجا بدن بعد که اقامت گرفتن هنگ سال بعد که سیتیزن این مملکت میشن بتونن برن ایران برگردن قربونت برن ستار بهشتی یه همچین آدمی بود مجاهدم بود چون هم وضع مالیشون خیلی بد بود های اومدن به اروپا رو در سر میپروران این که حالا این بنده خدا چی شد و اون بازجوی بیشرفش که من به نظرم خود جمهوری اسلامی باید همچین بازجوی رو بگیره پدرشون رو در بیاره چی شد که کشته شد توی بازجوی اینا اینا بحث دیگریست در همون موقع هم چرا همه سر صدا کردن از جمله ما محکوم آقا جان اینکه شما زندانی دستت باشه زیر شکنجه کشته بشه محکومه میخواد جمهوری اسلامی باشه یا عربستان سر جمهوری اسلامی که تو سر جمهوری اسلامی زدیم زدید همم هم زدن در همون سال الان نوبت خاچاخچی چرا نوبت خاچاخچی میشه شماها الان بحث آقای بن سلمان شده ماله دارید میکشید آقای یزدان پناه الان تو به من بگو مرگ آقای خاشقچی رو تو محکوم میکنی یا نه بذارید بهتون بگم محکوم نمیکنه تو پست بعدیش چون نوشت این پست بعدیشه نوشته که گرامی باد یاد یاد و جاوی قهرمانانی قهرمانان قیام دیماه مردم ایران که در زندانهای فرقه تبهکار و زیر شکنجه زیر شکنجه باشد دور آخه چیزی خود ریزه بزن دور کنم یه خورده یه خورده درشتر کنم بله زیر شکنجه شدن اما نه واشنگتن پست و الجزایر و نه و نیویورک تایمز و سی ان این, این پشت ما بود و نه عمله مالکش جمهوری اسلامی خب دروغ میگی آقا از پنا تمام سایت خودشون رو پاره کردن سر همین داستان حالا شما میگید قیام 96 من میگم فتنه 96 که اتفاقا عربستان انقدر توییت کرد تو توییتر بیش از سی درصد توییتر از عربستان اومد بالا شما ها که مزروشی بهتر میدهید و گرامی بود یاد سینا قنبری وعید هیدری حیدری به رحمانی سار به کیه میدونید کیه دیگه یک زندانی تروریست پانکورده از اعضای حزب تروریستی کموله آقای یزدان پناه از یک کومولهی دفاع میکنه کوموله ای که در جنگ ایران و عراق گلوی فرزندان این آب و خاک رو از گل میبرید و اینه کسی فنایی یزدان پناهی نه خاطر پول افتادن در یک لجنزاری من امیدوارم چون همسر بسیار خوبی ایشون امیدوارم همسر گرامیشون این آقای محمد رضا رو نجات بده از این خیانتی که داره به کشورش میکنه واقعا چندش آوره از قهرمانی هم باید شما حمایت کنید جالب شد کیانوش سندی و مریم جعفرپور و دیگران حالا ادامه گرامی باد یاد ستار بهشتی و محمد مختاری و زهرا کاظمی و عزیزم عزیزم چته محمد رضا بیا یه آب لیموی بهت بد بدیم بخوری حالا خانم گرامی بره برای یه دونه درست کنه چی شده چه اتفاقی افتاده عربستان تایید کرد مرگ چی رو تا چقدر به هم ریختی اوکی بابا میخوای همینجوری مثلا کلا مرگ هر کسی رو تو دنیا بنویسی مثلا به پای جمهوری اسلامی زهرا کاظمی و کابوس سید امامی و ندا آقا سلطان کابوس سید امامی اینا خیلی جالبه همین کابوس سید امامی توی این شک نداشته باشید سر بحث جاسوسی که اینا داشتن انجام میدادن در بحث محیط زیست ما که یکی از دلایل خوش شدن دریاچه ارومیه و خیلی این مسائل سر همین جاسوسی های محیط زیستی در جنگ بیوتروریست استخدام کردن از زمان شاه دارن این کارو میکنن چون اصلا کرم صاحب خالی که با کودهای شیمیایی اسرائیل وارد ایران شد افرادی چون همین کابوس سید امامی ها پشتش بودن و مطمئن باشید کابوس سید امامی واقعا خودکشی کرده چون واقعا انقدر اطلاعات داشته اینا آدمای ترسوی یا مثلا در مورد ستاره بهشتی و محمد بخداری و زهرا کاذبینا بحثی ندارم اینا بنده خدا رو بالاخره ببینید شما تو هر رژیمی یعنی الان روز میگم سه هفته پیش سه هفته باشه بیشتر نه سه هفته نبود سه هفته یه اتفاق دیگه افتاد نزدیک سه ماه پیش بود پوزش میخوام که در مرکز سکم یک جوانی رو که از این دوچاره مثلا سندروم بود یه اسلحه پلاستیکی گرفته بود پلیس زد کشتش ببین در هر جا هم اشتباه وجود داره هم هم خریتا وجود داره بزنم به تخته که در این جمهوری اسلامی این بازجو هاشون در سطح های پایین خیلی بعضی هاشون اینو من قبول دارم خیلی جالبه الان همه رو داره رو میکنه بعد میشه گرامی بود یاد فریدون فرداخسار آخ من قربون اون فریدون فرداخسار عاشقشم به خاطر که در اواخر عمرش دیگه به شماها بها نداد اتفاقا در اواخر عمرش آقا الان اینجا قطع میشیم میریم توی اینستاگرام بعدیمون در اواخر عمرش آقای فریدون فرخزاد کشیده بود کنار و الان هم داره اسنادی در میاد چون اون موقع درفش عضو درفش کاویانی بود همین آقای گنجی هم بودن اون موقع که الان وزیر آموزش پرورش دوران شاه و در همون زمان اینها بهشون فشار اومده بود که فرخزاد فر به سمت جمهوری اسلامی رفته چون فهمیده بود ماهیت اپوزیسیون رو دیده بود بعد شما فرخزاد فر رو میدونید چجوری کلیپاشو ببینید تا کلیپ هایی که حمله میکنه به جمهوری اسلامی به اون شکل خیلی تند و همون کلیپاش هم هنوز آدم نگاه میکنه تازگی داره من واقعا عاشقشم ولی اونا برای اوایلشه یعنی شما دو سه سال آخر عمر فرخزاد رو نگاه کنی کلیپایی که نگاه کنی حتی مصاحبه صحبتاش هست تو تلویزیون وقتی که میخواد حرف بزنه میدونی منزجر از بحث سیاسی سی. یعنی میدونی شناخت پیدا میکنه از اپوزیسیون و حقایق و میفهمه چه خبره و وقتی صحبت میکنه برمیگرده دیگه علیه جمهوری اسلامی چیزی نمیگه توی دو سه سال آخر عمر شما برید صحبت های این بزرگ مرد رو گوش کنید و همون فرداختان الان خیلی شب هست که مجاهدین کشتن یا همون سازمان درفش کاویانی که با CIA کار میکرد نقش داشت نداشت نمیدونم بعد شاپور بختیار کورش آریامنش خب اینا رو بله جمهوری اسلامی کشته شهریار شفیق اینا بله جمهوری اسلامی از شهریار شفیق هم جمهوری اسلامی نکشت اینم سندش موجوده اتفاقا یک برنامه باید بسازم که اعتماد شریع شفیق رو بگم کیا کشتن در حال بله بعضی هاشون رو جمهوری اسلامی کشتن ولی الان چه ربطی داره ولی حالا ایشون میگه میگه جمال خاچقچی اگر برای رسانه های تحت نفوذ اخوان مسلمین و کمونیستا خبر است برای من ایرانی خاطره ببین چی بیشرفیه پول عربستان ببین چقدر اینو بی کرده داره میگه هر کسی داره به مرگ جمال خاچقچی میپردازد یا عضوی از این اخوان مسلمینه یا کمونیستا حالا خوب اخوان مسلمین و اینا این خیلی شدید با جمهوری اسلامی دشمنه بعدم میگه کمونیستا که اینجوری بخوام مثلا سر خودشون راحت کنن آره همه رو نوشت یعنی بابا چته آقای یزدان پناه بابا اتفاقی نیفتاده که دولت مطبوع شما قبول کرده که آقا چی؟ رو تکه تکه کردن قطعه قطعه خیر سرت تو اتفاقا ات باشی. مثلا تو روزنامه نگاری حالا ما که روزنامه نگار و اینا نبودیم اینا دایه یه ای این که آقا ما روزنامه نگاریم اینا هم دارن سر میدن حالا امیدوارم که این دولت مدفوع هیچ وقت بلایی سر شما ها نیاره حالا بریم نفرات بعدی هم ببینیم اینجا, اینجا چی نمیشه نمیشه خب همین آقای یزدان پناه خواهد چی هر کی بود درد من ایرانی درگیری استبداد دینی که جان انسان در آن پشیزی ارزش نداره نیست مسئله قاچاقچی مسئله رقبای روغ... منطقی و بازیای پشت پرده قدرت جهانی نفت و رسانه است مرگ یک انسان و کلا بود آره بعد از مرگش که من قبول دارم اینکه چجوری به خبرش رسیدگی شد چه اتفاقی افتاد اینا بحثای رقبای منطقی و بازی پشت پرده اصل داستان اینه که این بدبخت کشته شد دیگه همه رو ماسمالی کرد بعد من ایرانی هنر رو شرف دارم دنبال حق مادر فتر بهشتی باشم نه عزیزم تو ایرانی اصلا شرف نداری تو خب مشخصا تو تو اگه شرف داشتی که ببخشی تو سایت دماوند تو اینا که مزدوری عربستان نمیکردی قربونت برم نه شرف نه شرف داشته باشی وطنتون رو نیفتوشی تو شرف داشته باشی تو مهد کوده که من و تو نمیدی اون چرندیاتو بگی که شرف ندارید چه خب حالا آه <applause> اینجا اینقدر گرمه من هم به ریشه اینا میخندم گلوم خشک میشه فخرآور برنامه گذاشت یک ساعت و خورده ای مرتی که از هر چیزی هم میخواد برای خوش مای ببین تیتر برنامه چیه از ترور سعید کریمیان خیلی باحاله از ترور سعید کریمیان تا ترور خاچقچی در سفارت عربستان در ترکیه و ارتباط آن با رژیم خامنه ای بابا الان که دیگه بن سلمان و اینا قبول کردن ما کشتیم این باز اینا میگن چی خامنه ای جالبه همون آقای حالا فامیلشون هم هست مثل این که این سعید کریمیان خواهر کوچیکش با برادر سعید کریمیان ازدواج کرد همون سعید کریمیان بابا خودش یه پاپ بر. تمام جم تیویش ببخشید ابتزاله اتفاقا همه چیش میخوره که بیشتر با جمهوری اسلامی کار بکنه جم تیوی تا در راستای براندازی بعد مرگ کریمیان مطلع کرد خاجاخچی رو که کرد همه رو گردن جمهوری اسلامی ببینید این جور مواقع شما میتونید بفهمید که با چه عقب افتادههایی سر کار الان عربستان رسما تایید کرد بعد به ریش اینا بخندید این جور مواقع که من میگم یه اپوزیسیون بی یه اپوزیسیون عقب افتاده یه اپوزیسیونی که کارش تمومه در تمامی دارید میخونید دیگه چی نوشته داریم میگه خاجقچی رو مرگش مثلا ارتباط داره با خامنه حالا یک ساعت و نیم ببینید مزخرف گفته من باور کنید چون نتونستم یعنی گوش کنم وقتشون نشه همین تیترشون رو هم نشون میدم منظور دوستان که گوش کرده بودن گفتن ببین اصلا با اگه بخوای تحلیل کنی بعد یک ساعت و نیمش بذاری بخندی گفتم ولش کن این دیگه ارزشش دیگه کسی اگه بخواد تو یک گاگیسم سیاسی دیگه یه مش آدمای گاگ دنبال اینا هستن اسکل دنبال اینا هستن یه ای اسکلیسم کامل سیاسی سی. خب حالا نب... آم... آمد نیوز آمد نیوز هم خیلی جالبه نوشته که اینو من بزرگ کنم خودم خوب ببینم شما هم ببینید نوشته که اینقدر که آیت الله دقیقه به دقیقه پیگیر قضیه خاچقچی هست یک دقیقه دنبال ظلم و کشتار در ایران بوده و هست علامت سوال خب آمد نیوز چه ربطی داره اصلا ببینید که ما که خود بی بی سی یک خائن بزرگ به کشورمون مال دولت فخیمه هستش گور پدر بی بی سی اینا چه فشاری بهشون میاد مثلا نیوز بعد بعدا هم میگه که آقا جان من مرگ من خب مستقلم آره شما عاشق چشم ابرو ما هستید خب این یکی این هم آمد نیوز عکس مثلا اه ترورهای های زنجیری رو کرده و نوشته که رسانه های امپراتوری دروغ طوری درباره قتل خاچاخچی نگرانن و خبر منتشر میکنن که انگار قتل های زنجیری و تکه کردن فعالان سیاسی سی و نویسندگان منتقد در کره ماه اتفاق افتاده به از نظر رسانه ای وقتی که شما میخواید یک چیز رو ماسمالی کنید یک مسئله شبیه میخواید بیارید اینکه جمهوری اسلامی جنایت کرده یا نکرده بحثی دیگری است این کرده یا نکرده من بحث اصلا کرده گور پدر جمهوری اسلامی این که شما این مسئله رو پیش میکشید به خاطر تطهیر جنایت در این زمان میگن هر چیزی جا و مکانی داره هر سخن سخنی زمان باید برش مشخص بشه تو این زمان از قتل های زنجیری که در ایران رخ داده یا نداره بحث دیگری است جمهوری اسلامی توش دخالت داشته یا نداشته بحث دیگری است ولی این که الان شما بخواید اینها رو بیان بکنید میگم با هم میگم خیال همه راحت گوره پدر جمهوری اسلامی ولی این که شما الان اینا رو مطرح میکنید مزدور عربستانی تو میخوای مرگ خاچاقچی رو تطهیر کنی بنابراین ملت ایران باید مچ اینا رو اینجا بگیرن اینا مز دشمنان وجودی ایرانن. خب حالا ادامه به پوریا زراعتی اونم هم ببین همه شون یه یاد مادر به بهشتی افتادن جالبه با خوندن خبرهای هولناک مربوط به قتل جمال خاطرجی مدام در فکر ستار بهشتی هم تو غلط کردی مدام در فکر اینی که الان اون کسانی که رابطه هستند با عربستان بهت پول میدن یه وقتی تو رو از من اندازن بیرون حالا اعتمالا شاید من یکی دو هم عربستان خریده تا جایی که من میدونم متعلق به اسرائیل اعتمالا تو شاید دوگان سوزی برای اونجا هم کار بکنی دیر که رو حالا یه بار اومد برای هر دو جا کار کنه اسرائیل بعد فایل صوتی شده بیرون شما نه نگران خودتی آقای پوریا زراعتی بارم تو به جای نگرانی صحبت حقوق بشر نکن بر برید صحبت های خانوم این آقای پوریا زراعتی رو بخونید که این آدم چقدر آدم کثیفیه تو اگه خیلی دم از ببخشید اعتماد و چه میدونم خیلی دم از حقوق بشر رو اینا میخوای بکنی اون پدر و خانومتو اونجوری در نمیاری که خانومت بیان همه رو بیا توی رسانه ها مطرح کنه توی اینستاگرام و فیسبوکش و اینا بنویسه برید مطالعه کاری در مورد خانومش ببینید چیا گفته حیف که تو برنامه من جای این بحثا نیست که الان بیام نوشته های خانومتو بخونیم با هم دیگه من نگران مادر ستا نگران خانومت باش که از دستتا دیوونه شده که راحت هم کرده به به مازیار مکفی این آدم هم که توی چی مناتا دیدی برنامه رو به رو برنامه قبلی نشونتون دادم تو رو به رو اینجوری کرد حالا فیلمش آماده نکنم فیلمش تو برنامه گذاشتم نشون دادم برگشت گفتش که آره من درست نیستش که ما الان بگیم حادثه تروریستی یا ترور شده آقای چی؟ به نظر من بیشتر بازی سیاسیه به نظر منم های مکفی تو بیشتر خیلی به جای که حرف حرف صادقان نبزنی حرفایی میزنی که به پول داده باشن خجالت بکشید دیگه آقا یه نفر رفته تو کنسولگری بیرون نرفته اینقدر پیچیده بود حتما بعد دولت عربستان میومد خودش رسما اعلام میکرد تا زایتون کنه حالا نفر بعدی بله بله حالا چند تا اینایی که تو توییتر دیدم میخوره خندم گرفت عکس گرفتیم که داشته باشین نشه هنوز اون 18 نفر 18 نفر که میدونید گرفتن تو این حادثه بعد ببینید رضا عموزاده نمیدونم کیه عقب افتاده یکی تو توییتر مینویسه نوشته هنوز اون 18 نفر زیر بخیه هستن باید دید از دل اعترافشون چی در میاد دام خروس دام خروس رژیم بعد جوری داره میزنه بیرو وای 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 خدا رو احسان گفته من کشتم من قطعه قطعه کردم وای مصدورای ایرانیش باز میگن کار جمهوری اسلامیه وای ما داریم کجا بعد اینا میخوان مملکت برای ما نجات بدن این خدای من آخه خریت اسکولیس گاگیسم چه میدونم بیماری روانی بودن من نمیدونم هر چی که تو این هول و واژه ها رو خودتون کنار هم بذارید به خدا اینا رو تر رسوندن باز 18 نفر رو گرفتن هفت نفر از این 18 ده... حتی 6 نه چون یکیشون که خودشون رو کش... کشوندنش شیش نفرشون محافظان بن سلمانن باز این میگه دام خروس رژیم جمهوری اسلامی زده بیرون ای خدا خدا از دست این دیوانگان اینا رو نگیره بعد اینا به ما بخندن چقدر دیگه واقعا من اینا بعد میان به ما میخوان بخندن یعنی اصلا آخرشه اینا چی میگن چی میگم واقعا اینا تو آباد اینا با چه منطقی میخوان جمهوری اسلامی رو اصلا گوره بدر در جمهوری اسلامی من دیوانگی اینا رو دیدم میگم جمهوری اسلامی سقوط نکنه آقا درستی این حکومت الان رو بگیرید حداقل مرزامون رو حفظ کرده با این شرایط وحشتناک حداقل یه امنیت نسبی وجود داره و یه امیدی هم شاید به آینده وجود داشته شاید اینا ببینید با این طرز و تفکرها ببینیم ما دست جمهوری اسلامی خلاص بشیم بیافتیم در دام عربستان و چه میدونم اسرائیل و اینجور بازی های دیگه کلا مملکت ما رو بیان قارت کنن برید تاریخ دیویس سالتون رو بخونید به خاطر نداشتن یک ارتش قوی رضا شاه ما رو با اون حقارت از کشور بی بردن بیرون اینا رو بخونی خود خجالت بکشد در حداقل الان ما یه دونه نظام علاوه تدافعی و نظر نظامی قدرتمندی داریم تو دنیا که هم موشک مثل سگ میترسین اگر این موشک های ایرانی زمان رضا بود آیا ارتش شوروی میتونست از شمال کشورمون اونجوری با حالت تحقیرآمیز هموطنان من و شما رو ارتشی های سرفراز شاهنشاهی رو در بندر انزلی قتل آم کنه آیا اگر ما قدرت نظامی داشتیم اون بیچاره گروهبان صد آفنی در مرز شمال کشورمون اونجوری کشته میشد یا در مرزهای دیگهمون یا برادران بایندور یکیشون در, انزلی و یکی دیگه در شاخاب پارت اون شکلی کشته میشدن و در عرض کمتر از 48 ساعت کشور تسلیم انگلیس و شوروی میشه اینا میخوان بیان حداقل این حکومت قدرت نظامی داره که هر اجنبی بلند نشه بیاد ما رو تحقیر کنه فارغ از اینکه باش دعوای دینی و مذهبی و سیاسی و اینا داریم حداقل یه قدرت نظامی برای ما به وجود آورده اینا اینا که دارن از یک حکومت بعد همین بیشرفهایی که دو تا کار کرد به سلمان به دستور ارباباش آی عربستان دارن زنها آزاد میشن بعد از این همه سال تازه میخواست یه رارندگی کنن زنان آی زنان میخوان استادیوم برن تو بوق کرنا کردن تبلیغات عربستان کردن سر خاچاخچی ماسمالی ها کردن الان هم که گندش در اومده میگن کار رژیم کار جمهوری اسلامی ها اینا با این مغز میخوان کشور ما رو به چرخونه آقا وقتی که اعلام تظاهرات میکنن نرید هیچ وقت خود زندگیتون از بین نبرید من پنج بار در ایران زندان رفتم و بهش افتخارم نمیکنم من به زندانهایی که بودم افتخار نمیکنم اگر آگاهی امروز تجربه امروزمو داشتم این همه سال جوونی خودم رو از بین نمیبردم بردم اینایی که من دارم بهت میگم برای جوونایی که الان 18 19 سالش در ایران دارن منو نگاه میکنن خیلی هاشون به برنامه ها میبینن از تلگرام دانلود میکنن بچه های 18 19 ساله این تجربه منه زندگیتون رو برای این عقب افتاده ها از بین نبرید من پنج بار زندان رفتم پدرم در اومد میتونستم زندگی خیلی خوبی در ایران داشته باشم الان هم خدا رو مرتبه سپاه به کوریه چشم دشمنامون زندگی خیلی خوبی داریم ولی هیچ جا وطن خود آدم نمیشه اینها مزدور بیگانن به جای هیجانات و احساسات ریخنن و ریختن وسط خیابون شعار دادن و مطالباتمون رو از رژیم میخوایم بگیریم ببریدش توی چارچوب امنیتی بذارید با کار فکری مطالباتمون از این رژیم بگیریم اگر دشمنان این رژیم اپوزیسیون این رژیم آدم بودن و مستقل بودن میگفتم دم همتون گرم مخالفینی که تا مغز استخوان رفتن در دام اینها اصلا قابل احترام نیستن همشون عربستانی ها. این تلفن من هم نمیدم یکیشون کجاست همینجور زنگ میخوره خب نفر بعدی خب. نفر بعدی این آقای عباس خسرویس دارید میبینید سباس گذارم نوشته که کم کم داره گند قضیه خاچقچی در میاد پروژه مشترک احتمالی ترکیه و جمهوری اسلامی برای برهم زدن اتحاد عربستان و آمریکا و ترکیه میگه فایل صوتی ترکیه میگه عشق. عربستان و آمریکا ترکیه میگه فایل صوتی به آمریکا نمیدن و دارن دنبال جسد خاچقچی در جنگل های اطراف استانبول میگردن یعنی به تو میگم هر اتفاقی تو دنیا میفته مقصرش جمهوری اسلامی ها. شما قبول این منطق و استدلال اپوزیسیونه هر اتفاقی رو کره زمین میفته کار جمهوری اسلامیه بد باشه کار خوبی هم باشه کار آمریکا و اسرائیل اینا اینا منطقشونه عربستان هم که کلا تافته جدا بافته بعد اینا همش بیان و تبرش بکنم خب من اینو بیارم وسط یه این حقیقت این هاست که من به نظرم مرگ خاچاخچه ایف که وقت بیشتری ندارم که مسئله رو رسد بکنم خواهش میکنم عزیزان همه رسد بکنم اینها رو بیشتر بیا کنن ببینید اینجور موقع ها آماده باشید فقط شات بگیرید همه رو از روشون عکس بگیرید که اینها به درد میخوره اینها بابا چه دروغایی میگفتن و بدون اینا بیعتبارن وقتی که حرف سیاسی میزنن ببینید دارن مزخرف میگن تمام کاری که اینا فقط میتونن بکنن شایعه سازی و لودگی همین محمد محمد رضا یزدانپناه مثلا اون بخش برنامه بشقاب پرنده های منو گذاشه لودگی میکنه اینا جز لودگی در چارچو منطق حرفی ندارن الان هم دلم براشون میسوزه محمد بن سلمان براش اتفاقی بیفته خیلی ها در این چون محمد السلمی که فارسیش خوبه از طرف این محمد سلمان معمور شد اومد تو اپوزیسیون خیلی را خرید دلم براشون میسوزه اینا بی پدر نشن یه وقتی محمد بن سلمانو رو بذارن کنار این بخش برنامه رو میبندم خیلی خوشحالم مرگ خاچقچی اتفاق نیکی بود برای کشور ما اتفاقا حالا روانشون شاد من از مرگ هیچکی خوشحال نمیشم و ولی نتیجه این اتفاق تلخ که محکوم هست یک اتفاق نیکی برای کشور ما بود و اون رو شدن صد باره این دست اپوزیسیونه اپوزیسیون ایران صد بار تا الان صدها بار دستشون رو شده که مزدور عربستانن و این بارم یک مورد دیگریه حالا بذار یه چالش را بندازم آقا جان شما مثلا برید رضا پهلوی بپرسید آقا حالا همه اینا رو بذارید که آقا رضا پهلوی حاضری محکوم کنی مرگ چی رو آقای نوریزاده زاده الان که فهمیدی کار دولت مطبوعت بوده حاضری مرگ من خیلی جالب بود رفتم سایت این مرتی که نوریزاده زاده نگاه کردم ایران فردا یا عربستان فردا بگیم بهتره دیدم به طور کل اصلا چیز کردن بایکوت کردن خبر تایید مرگ خاچاخچی رو آقای نوریزاده زاده حاضری مرگ آقای خاچاخچی رو چیز کنی بیای و محکوم کنی نه شما حاضر نیستید شما مزدورید کارتون هم مزدوریه همون واقعا هم علیه پادشاه فقیر ایران مزدوری کردید خیانت کردید ننگ 57 رو برای ما به بار آوردید الان میخواستید ننگ 96 و هفت و انقلاب تازه ای رو در کشور ما به بار بیارید و این نفر کور خوندید اگه زمان شاه هم چهار تا روشنگر مثل من بودن موی دماغتون میشدن ولی این بار نمیذاریم که شما خیانت سال 57 تون رو تکمیل کنید جلو هر گونه انقلابی رو خواهیم گرفت در ایران با روشنگری با منطق گفتم جنگ ما جنگ استدلال و جنگ ضد منطقه ما داریم اطلاعات میدیم و اینا دارن ضد اطلاع این مدت تا معقول داریم اطلاعات و ضد من تو این مدت گفتم آقا خاچاخچی خود عربستان اصلا باشید نه اینکه شاهکار کرده باشم تابلو بود آقا بعد من اصلا موندم اینا تو این تابلو بودن چه جوری زیرش میزدن داشتن ضد اطلاعات میدادن دیدی نوری زده چه ضد اطلاعات میده آی آره فیلمش هست که اومده بیرون این ضد اطلاعاته چون همچی فیلمی نبود آره اینجا و اونجا گفتن کار عربستان نیست خب هیچ جا نگفته بودن اینا ضد اطلاعاته هی ضد اطلاعات میدن بیرون در برابر اطلاعاتی که ما دنی میدیم عزیزان خواهشان در توییتر منم حتما عضو بشن توییتر من امید خط فاصله دانا هست تازه توییتر من خودم رو شروع کردم البته از سال چند سال پیش مثل که عضو بودم خودم خبر نداشتم فقط ویدیوهای من به صورت اتوماتیک از یوتیوب اونجا قرار میگیره ولی الان تقریبا یک ماهی در توییتر من فعال شدم خواهش میکنم در توییتر دنبال بکنی تا توییتر جون بگیره بیاد بالا اونجا هم بتونیم یک سنگر خوبی رو حفظ بکنیم ممنون سباس بزنم این بخش میبندم